سلام، ما خوش اومدید به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو می‌خوایم بریم بهترین راه و ساده‌ترین و معتبرترین راه که شما میتونید PS22 یا ای فوتبال رو توی کامپیوتر نصب کنید رو با هم دیگه پیش بریم و بتونیم که توی این ویدیو به صورت کامل و خیلی راحت PS22 یا همون ای فوتبال رو روی سیستم یا کامپیوترتون نصب کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و قبل از اینکه ویدیو رو ببینید حتما لایک ویدیو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم آموزش نصب رو ببینیم، یه چند تا نکته بهتون میگم که حتما باید توجهش کنید. چند تا نکته: سایت های ایرانی و سایت های خارجی دیگه هم هستن که شما بتونید از اونها فایل ای فوتبال 22 رو دانلود کنید، اما من بهتون این کار پیشنهاد نمیدم. چرا؟ به خاطر اینکه شما اول و آخر برمیگردید به استیم و با استیم کار دارید. نکته اینجاست که اگه فقط یک پارت یا یک فایل از اون فایل هایی که داخل سایت ایرانی یا خارجی قرار داره که شما قرار دانلودش کنید فقط خراب باشه، همون یه فایل خراب باشه، شما 28 گیگ میایین دانلود میکنید و همون یه فایل خراب باعث میشه که شما نتونید کل اون فایل 28 گیگو استخراج کنید و کل 28 گیگتون دود میشه میره رو هوا. و جدای این، شما اگه حتی فایل رو کامل و درست هم دانلود کرده باشید و استخراج کرده باشید، کلا دوباره با استیم سر و کار دارین. دوباره بعد استیم رو نصب کنید، برین تو استیم، حالا این فایلایی که دانلود کردین رو بعد ببرین بریزین توی محل ذخیره استیم و کلی دنگ و فنگ داره و پیچیده است. اما الان میخوایم بریم با هم دیگه یکی از راههای معتبر و اطمینانی و خیلی راحت رو انجام بدیم با هم دیگه. و قبل از اینکه بخوایم کارهای نصب رو انجام بدیم، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که ویروس کشتون رو مثل من که خاموش کردم خاموش کرده باشید. جدا از اینها، اینو بهتون میگم که ما توی فرایند نصب کردن فعلا به فیلتر شکن نیازی نداریم. اگه نیازی داشته باشیم توی ویدیو بهتون میگم. پس الان فیلتر شکنتون رو تا زمانی که بهتون نگفتم روشن نکنید. برای نصب، شما اولین کاری که باید بکنید، باید برید توی اون مرورگرتون یا کروم یا هر چیز دیگه که دارید و بالا سرچ کنید استیم. تأکید میکنم که حتما استیم رو به انگلیسی سرچ کرده باشید. بعد از اینکه صفحه اومد بالا، یه چند تا سایت به شما نمایش داده میشه، اما همینجوری اولی رو نزنید، شاید اولی واسهتون آگهی باشه. و دقت کنید که اون سایت store.steam باشه، چون پایینتر مثلا میبینید توییتر هم هست و گوگل پلی هم هستش. پس دقت کنید که حتما استیم باشه، سایت خود استیم باشه. بعد از اینکه فهمیدین که خب واسه خود استیم اون ویلکام تو استیم رو میزنید، خب شما طبیعیه که الان لاگین ندارین استیم و توش ثبت نام نکردین. پس ما باید فرآیند ثبت نام هم انجام بدیم. اول شما بیاین خود استیم رو از داخل سایت دانلود کنید. همونجور که میبینید بالای سایت یه دونه اینستال استیم هستش، اون دکمه سبز رنگو بزنید، واسهتون یه صفحه باز میشه و اون پایین نوشته اینستال استیم رو میزنید که وقت بعد از اینکه این رو زدید واسهتون دانلود میشه. همونجوری که میبینید واسه من دانلود شده، اما الان فعلا بهش کاری نداریم. الان شما چون ثبت نام نیستید داخل استیم، باید برید ثبت نام کنید توسط ایمیلتون و ما میخوایم بریم این کارو انجام بدیم. بغل همون دکمه اینستال استیم سبز رنگ که زدید یه دونه دکمه لاگین داره، اون رو بزنید و بیاین. خب شما که نمیتونید ورود کنید چون ثبت نام نکردید و شما اینجا ساین این رو کار ندارین، میاین سمت راست اینجا زده جوین استیم. جوین استیم رو که زدید، اینجا ازتون ایمیل و کانتریتون و حالا یه سری چیزای دیگه بهتون میگه که اونا رو بهتون میگم بعد چیکار کنید. این اولی که ایمیلتونه، دومی هم ایمیلتون رو بعد بزنید، یعنی همون ایمیلی که زدین بالا رو توی باکس دوم هم وارد میکنید. خب ما بریم ایمیلمون رو وارد کنیم. کانتری که همون ایران بزنید، مشکلی نداره. و آی ام نات روبات رو بزنید که متوجه بشی شما روبات نیستین. حالا واسه من تیکو زده، اگه واسه شما تیکو نزد احتمالاً یه صفحه باز میشه که اونجا باید یه سری تیکا رو بزنید که بفهمه شما روبات نیستین. و اما مهمترین بخش ثبت نام اینجاست که شما باید این تیک رو طبق سنی که دارید، اینجا نوشته شما اگه 13 سال سن دارید یا بیشتر، یعنی 13 سالتونه یا 14 سالتونه یا 18 سالتونه یا هر چی، منظور که از 13 سال بیشترید، این تیک رو بزنید. و من پیشنهاد میکنم که اگه 13 سالتون بیشتره حتما این تیک رو بزنید، چون اگه این تیک رو نزنید یه سری بازی‌ها که خب شرایط سنی بالای 13 سال دارن رو احتمال زیاد بهتون نشون نمیده. خب بعد از اینکه این کار رو کردیم، کانتینیو رو میزنیم و اینجا حالا که کانتینیو رو زدیم، اینجا نوشته وریفای یور ایمیل و یه ایمیل تحت شرایط وریفای شدن رو به ایمیل شما ارسال میکنه. الان باید بریم اون رو چک کنیم. میریم داخل ایمیلمون و یه رفرش میکنیم و بله، همونجوری که میبینید استیم به همون یه پیام داره تحت عنوان وریفیکیشن ایمیل. اگه واسه شما این ایمیل نیومدش توی صندوق ورودیتون، از سمت راست بیاین توی قسمت هرزنامه، احتمال زیاد همونجوری میتونید پیداش کنید. بعد از اینکه این نمایش داده شد، خب ما میریم داخل ببینیم که چی شده. همونجوری که میبینید نوشته verify my email address و این رو روش میزنید شما.
خب اینجا همینجوری که میبینید ما کار خاصی نیاز نبود انجام بدیم، فقط اونجا کلیک کردیم اومد توی سایت و خودش وریفای کردیم ایمیل. حالا باید برگردیم توی صفحه قبلی. خب همونجور که میبینید اینجا واسه ما یه صفحه تغییر کرده، بنوشته اکانتتون رو ایجاد کنید. شما یه دونه آیدی یا استیم اکانت نیم واسه خودتون باید بزنید، این دیگه بستگی به خودتون داره. یه مثلا من میزنم مهدی پی اس ببینم کسی داره یا نه. خب مهدی پی اس رو قبول نمیکنه، مثلا اینکه کسی داره این رو. حالا ما مهدی پی اس میزنیم دو تا دو جلوش. خب بله این رو قبول کردش. حالا شما باید یه پسورد به واسه خودتون بدین توی باکس دو که نوشته چوز پسورد، و توی باکس سوم باید همون پسوردی که وارد کردین رو دوباره وارد کنید. البته که باید توجه کنید که این پسورد باید شامل اعداد انگلیسی و حروف انگلیسی بزرگ و کوچیک باشه که قبول کنه استیم این پسورد رو از شما. بعد از اینکه استیم اکانت نیم زدین، پسورد زدین و کانفرم هم کردین پسوردتون رو، دکمه دان رو بزنید. همونجور که می‌بینید اگه این صفحه واسه نمایش داده شدهش، یعنی اینکه شما اکانتتون ساخته شده و حالا باید بریم اون استیمی که دانلود کردیم و توی کامپیوتر نصب کنیم. خب ما دو تا کلیک کردیم روی اون فایلی که نصب کردیم، که اون حالا فایل نصبیتون احتمال زیاد میره توی دانلود اگه به محل ذخیره کروم یا مرورگرتون دست نزده باشید. خب دو تا کلیک کردیم روی این صفحه اول که بهتون چیز خاصی نمیگه، نکست رو بزنید. اینجا هم زبان مورد نظر یا همون زبان داخل خود برنامه رو میگه که شما هم بتونید همون روی انگلیش باشه و دست نزنید بهش. اینجا بهتون پیشنهاد میکنم که به هیچ عنوان استیم رو داخل درایو سی تون نصب نکنید. این رو تاکید دارم بهتون میکنم، به خاطر اینکه شما وقتی استیم رو داخل درایو سی تون نصب میکنید، مثلا شما ای فوتبال که 30 گیگا رو میگیرین دانلود میکنید، میره توی اون پوشه، توی درایو سی تون میره و کل درایو سی تون رو اشغال میکنه و شما مجبور میشید که اون رو پاک کنید. پس به هیچ عنوان توی درایو سی تون و توی درایوی که ویندوزتون نصبه اصلا نصبش نکنید. برای اینکه بتونید استیم رو توی یک درایو دیگه تون نصب کرده باشید، میبینید که الان اگه من برم مثلا توی درایو ایم همینجوری درایو ای رو انتخاب کنم، اوکی رو بزنم، همونجوری که میبینید دکمه اینستال خاموش میشه و شما باید اینجا چیکار کنید؟ بیاین توی درایوی که میخواین، و مثلا من الان میخوام توی درایو اچ هم نصب کنم، اینجا که اومدم یه دونه کلیک راست میکنم، یه نیو فولدر میزنم و پروگرام فایل داخل پرانتز 86 رو شما باید تایپ کنید و دقت کنید که حروف رو عین چیزی که من می‌نویسم بنویسید و از خودتون نه چیزی اضافه کنید نه چیزی کم کنید. بعد از اینکه این پوچ رو زدید، حالا دیگه شما کارتون تمومه، دوباره برمیگردیم به بخش اینستال استیم. و اگه من دوباره برم داخل درایو ایم و پوشه پروگرام فایل 86 هم رو انتخاب کنم، اوکی رو بزنم، شما ببینید که اینستال روشن شده و شما میتونید الان دکمه اینستال رو بزنید. و حالا چون من اینستال کردم به من گیر میده، میگه که شما اینستال دارین استیم رو. شما اینستال رو که میزنید یه فرایند خیلی کوتاهی طول میکشه که این اینستال بشه، و تاکید میکنم که حتما اینترنتتون در این فرایند روشن باشه و اینترنتتون رو قطع نکنید. بعد از اینکه استیم رو اینستال کردید، عین من که روی دسکتاپ هم شورتکات استیم هستش برای شما هم اضافه میشه، شما کافیه که دو تا کلیک بکنید روش و استیم رو بیارید بالا. استیم رو که آوردید بالا، الان باید اون اکانت نیم و رمز عبوری که زده بودین رو اینجا وارد کنید. من اکانت نیم هم اصلا زده بودم مهدی پی اس 22 و رمزم هم که هرچی زده بودم اینجا وارد میکنم، و در آخر دکمه لاگین رو میزنید و منتظر میشین که استیم بیاد بالا. خب همونجوری که میبینید داره یه سری از کارهای آپدیت و این کارها رو انجام میده و ببینیم که میاد بالا یا نه. خب الان واسه ما استیم اومدش بالا و همینجوری که میبینید من داخل لایبریم یا اون بخشی که بازی ها اضافه میشه هیچی ندارم. حالا شما باید چیکار کنید؟ میرین از سربرگ بالا داخل استور، بذارید من استیم رو باز کنم که متوجه بشید، و داخل استور که رفتید، خب یکم طول میکشه تا این بیادش، داخل استور که رفتید اون بالا یه باکس داره تحت عنوان سرچ. خب اون رو روش کلیک کنید و توش بنویسید ای فوتبال. ای فوتبال رو که زدید واسهتون میاره ای فوتبال رو که زیرش نوشته فری. تاکید میکنم که حتما این رو نگاه کنید، دقیقا عین من پیش برید، این رو روش کلیک میکنید. او واسه ما ای فوتبال رو اوورد بالا. حالا من صورت نتم یکم بده، و شما این رو که واسهتون اووردش بالا یکم میایین پایین، و همینجوری که میبینید دو تا نسخه وجود داره، دقت کنید اینجا رو. یه دونه نسخه فریه که ما باهاش کار داریم و یه دونه نسخه پریمیومه که ما اصلا باهاش کار نداریم. پس نسخه فری تو پلی رو شما میزنید پلی گیم، و بعد اینترنت دسترسی داشته باشین. این رو بهتون بگم، اینترنتتون رو قطع نکنید به هیچ عنوان.
و پلی گیم رو که زدید اینجا کارهای دانلود کردن شروع میشه. خب همونجوری که میبینید الان من بعد که فری تو پلی رو زدم اینجا از من میاد میپرسه که خب شما اول از بالا بهتون میگم که متوجه بشیم، میگه که کریت شورکات داشته باشه، یعنی اون لوگوی یعنی اون بازی یا همون ای فوتبال روی صفحتون واسهتون بیادش که دیگه نرین توی پوشه. خب شما این رو تیک بزنید و کریت استارت منو شورتکات هم تیک بزنید. حالا این خیلی نیاز نیست ولی شورتکات رو کلا این دوتا تیک رو بزنید اوکیه. بعد اینکه این دوتا تیک رو زدید اینجا بهتون داره میگه که 28 گیگ و فلان قد حجم داره و شما توی این درایوری که میخوای نصبش کنید این درایورتون 129 گیگ فضای خالی داره. اگه میخواین میتونید فضای ذخیره سازی استیم رو عوض کنید اما من میذارم روی همین باشه و در آخر دکمه نکست رو میزنید و اینجا همین گزینه در آخر میاد واسهتون اون فایل ها رو ایجاد میکنه، یعنی اون فضای ذخیره رو ایجاد میکنه که بخواد کارهای دانلود رو انجام بده. خب همونجوری که میبینید این بخش پایین یک چیزی اضافه شده به اسم دانلودینگ. این دانلودینگ رو شما اگه تیک بزنید خب همونجوری که میبینید شما اگه بیاین توی بخش دانلودینگ میبینید که شروع کرده به دانلود کردن. بعد از اینکه این فرآیند تموم شد و دانلود کامل شد توی قسمت لایبریتون اگه برید ای فوتبال اضافه میشه و اگه بیاین روش کلیک کنید سمت راست یه دکمه اضافه شده به نام پلی و جدای اون یک شورتکات روی صفحتون اضافه میشه تحت عنوان ای فوتبال و شما میتونید برید بازی بکنید و حالشو ببرید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه. حتما قبل از اینکه ویدیو رو ترک کنید لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. ممنونم که تا آخر نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.